بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. 5 دقیقه‌ای برنامه رو زودتر شروع کردیم، هیچ اشکالی نداره. این هم به جای مواقعی که گهگاه وقت شما رو این برانور تلف میکنیم یا که 1-2 دقیقه دیرتر شروع میکنیم. البته من همیشه گفتم چه زودتر آمدن و شروع کردن چه دیرتر، دوتاش اشکال داره. فقط بذارید من اینجا بنویسم برنامه سربی با مردم آغاز شد تا دوستان روی فیسبوک هم بتونن ما رو ببینن و داشته باشن. خب بگید ببینیم که این آخر هفته شما چگونه گذشت. اینجا که یخ بندون، صبح شنبه مردم بیدار شدن و دیدن خیابون‌ها پر از یخ و چندین نفر کشته شدن بر اثر تصادف و اینها. حالا خدا میدونه که چند نفر هم بر اثر سرما از بین رفتن، چون شدیداً سرد بود، ولی دیروز و امروز یکم بهتر شده تا ببینیم چه خواهد شد. و اما امروز دوشنبه 19 دسامبر، دسامبر سال 2016 برابر است با 29 آذر ماه 1395. از وقتی که اومدیم آمریکا، از بس که این دوستان یه چند هفته قبل از هر ماجرایی و چند هفته بعد از هر ماجرایی در موردش صحبت میکنن، تمام تاریخ ها رو قاطی کردیم، از شب یلدا گرفته تا نمیدونم جشن سال نو تا مهرگان، نمیدونم همه اینا رو هی میبینیم که 2-3 هفته مردم میگن شب یلدا. میگم شب یلدا معمولا آخرین روز پاییز و اولین روز زمستانه که بطولانی ترین شب رو داره. اتفاقا یه نفر نوشته بود که قصه ها و قصه های دل من انقدر زیاده که باید برات شب یلدا تعریف کنم، شبای دیگه کافی نیست. در هر صورت فکر کنم فردا شب، یعنی سه شنبه شب یا شب چهارشنبه، شب یلداست و نمیدونم شما جشن میگیرید یا نه. و ما هم اگر هندوانه باشه میخوریم، اناری باشه میخوریم و میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم. اینم از شب یلدارم گفتم. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی هستیم تا درباره قانون اساسی صحبت کنن. پس از اون یه فیلم، یه مصاحبه رادیویی هست که آقای سهراب چمنارا با رادیو مانی انجام داده. به نظر من تلف کردن وقتشون بوده، چون درباره یه آدم ترسوی ناشناسی صحبت کردن که نه گفته‌هاش ارزش داشته نه نوشته‌هاش. ولی خب بالاخره برنامه رادیو تلویزیون باید پر بشه و دوستان هم مایل هستن به اصطلاح در این موارد صحبت کنن. اون رو هم براتون پخش میکنم، اگر دوست داشتید روی فیسبوک هم گذاشتیم، میتونید اونجا هم نظر بدهید. اینم از این. چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندی رو هستیم، درباره صحبتی که من درباره آقای به نام پدرام پدرامی و برنامه آقای یزدان خداوندی رو کردم، خیلی ها دفاع کردن و حق رو به من دادن. یه چند نفر هم گفتن نه آقا خب آزادی، اونم با حرف میزد. یکی از دوستانم گفته شما دقایق زیادی رو برای این پدرام پدرامی تلف کردید که ارزشش رو نداشت. عقیده ها مختلف. مصاحبه آقای چمنارا بعد از برنامه آقای نصر احمدی. و اما این ماجرای سوریه و کلاه سفیدها چیه؟ اولین مقاله اگه یادتون باشه خانم شایسته الهامی فرستاده بودن راجع به سوریه و کلاه سفیدها نوشته بودن و بعدم یکی از دوستان گفت که اینها جایزه نوبل را نگرفتن، فقط به اصطلاح نامزد اون جایزه شدن. حالا دیشب توی 60 مینیت یه برنامه بود، حتما برید ببینید. این سازمان هایی که اینجوری درست میشن، هیچ که نگفته بشار اسد خوب آدمیه، آدم دموکراتیه،
هم بشار اسد هم پدرش حافظ اسد دو تا از دیکتاتورهای بعد دوره قرن 20 و 21 هستند. دلیلش هم اینه که اینها آدمای باسوادی بودن. آدم باسواد اگه دیکتاتور بشه گناهش چند برابره. همین نادانی که گفتم نوشته از فلوریدا صحبت کرده و اینها. خیلی ممنون آقای حسین آقای جوادزاده. چشم، در رابطه با سفیر روسیه هم یه لینک دارم نشون میدم. سفیر روسیه در آنکارا ترور شد و اون مردی که ترورش کرد فریاد میزد که سوریه رو فراموش نکنید، به یاد سوریه باشید. منم دارم در همین مورد صحبت میکنم تا بکشونمش به اونجا. برید ببینید این کلاه سفیدها با میلیون ها دلار پول آمریکا و کشورهای دیگه‌ای که نمیخوان اسمشون گفته بشه و اینها را در کشورهای آموزش دادن که نمیخوان اسم کشور گفته بشه. خب همینجا شروع اینه که شما از خودتون سوال کنید چرا؟ اگه اینا هدفشون کمک رسانیه چرا نمیخوان بگن ما تو چه کشوری دوره دیدیم؟ فکر کنم اسم اون کشور اسرائیل باشه یا بعدن میفهمیم چه کشوری دیگه ای بوده. در هر صورت ماجرای روسیه هر روز بدتر و بدتر میشه. از اون ور نوشتن آزادی حلب یا همو الپا، از اون ور نوشتن کشت و کشتار اونجا. یعنی واقعا شما نمیفهمید چه کسی داره حرف درست میزنه و چه گزارشی گزارش صحیحه. بهتون گفتم از یه پرورشگاه ماه تا ماه داره فیلم برداری میکنه، در صورتی که خودشون میگن اونجا هیچ چیزی امنیت نداره. امروز بیمارستان هست، فردا میزننش. ولی چجوری این پرورشگاه و اون دختر مورد نظری که اینا میخوان باش مصاحبه کنن سر هر ماه میرن باش مصاحبه میکنن؟ و برید ببینید این ویدیوها رو خودتون قضاوت کنید. و اما منشور حقوق شهروندی، خب از شر انتخابات آمریکا نجات پیدا کردیم و امروز اون کالج الکترال، کالج که معنیش هیئت و الکترال هم اینایی که انتخاب میکنن، یعنی اون هیئت انتخابی که قرار انتخاب رئیس جمهور انتخاب کنن، یعنی رأی مردم هیچی، امروز قرار این کار رو انجام بده. و اگر 37 نفر از ریپابلیکنا بیان بگن که آقا این دیگه خجالت آوره که واقعا رئیس جمهور ما رو مثلا روسیه دخالت کرده باشه و ما رأی نمیدیم به این، اون موقع نمیدونم شرایطش چی میشه، دوباره رأی گیری میکنن یا نه، ولی اصلا همچین امکانی وجود نداره. و یه تحلیل خیلی خوبی ساتردی نایت لایو کرد که گفت این انتخاب شدن ترامپ مثل این میمونه که شما یک مسلسلی رو که پر از اسلحه کردید بدید دست یه میمونی و حالا بخواین ازش بگیرید. این ازش بخواین بگیرید، خطر این که این شلیک کنه خیلی بیشتره تا بذارید تفنگ دستش باشه. اقلا امیدوار باشید که این تو این 4 سال نفهمه چجوری اینو شلیک کنه. در هر صورت ببینیم چه خواهد شد. اون هم ممنون آقای سهند فریاد، اون آقای رشید، مرسی. دوستان لطف کنید به دیگران هم اگر اشکالی نداره این ویدیوها رو شیر کنید. و جالبه یکی از دوستان میگه آقا چجوریه فلانی ویدیوش مثلا 1000 نفر میبینن ولی مال شما رو مثلا 600-700 نفر روی فیسبوک. گفتم عزیز من اونا فقط رو فیسبوک هن. ما روی تلویزیون مردم هستیم، روی یوتیوب هستیم، روی اسکایپ هستیم، این ور اونور هستیم. اینه که تعداد اینا 400 اینجا، 600 اونجاست، 200 اونجاست و اینجوری. ضمناً حالا اونی که 1000 تا به اصطلاح بیننده داره به کجا رسیده؟ به کجا رسیده که من نرسیدم؟ اینایی که تو کار درس دادن و اینا بودن میدونن، باور دارن که هر کلاس تعداد شرکت کنندگان یعنی دانش آموزان یا دانشجویان توش کمتر باشه شانس یادگیری اونها بیشتره و معلمم راحت‌تر درس رو میده. اگه ما اینجا رو معلم باشیم و دوستانی هم که میان به عنوان دانشجو باشه و نمیفهمم و الا منبر این آخونده هزاران نفر روز جمعه نشستن هی طرف هم داد میزنه مرگ بر آمریکا. گاهی وقت طرف میگه آه خفش رو بذار صحبت هم بکنم بعدن بگو مرگ بر آمریکا. اینم از این ماجرای فیسبوک. و اما منشور حقوق شهروندی بعد از آمریکا گفتم حالا داره نوبت ایران میشه. فکر کنم ماه می یعنی 5 ماه تقریبا 6 ماه دیگه
انتخابات ایران هست. بازم خدا پدرشونو بیامرزه که اقلا 2-3 سال به مردم بریک میدن، بعد نزدیکای انتخابات که میشه میان بیرون و تبلیغ میکنن اینها. گویا از همین الان آقای روحانی داره کاری میکنه که مردم باز به اون رأی بدن، چون مردم ازش به شدت ناراضی هستن و میگن این قولهایی که داده انجام نداده. ببینیم که چی میشه. ما هرچی به این دوستمون آقای حسن خزایی میگیم ما رو با این خبرها بمباردمان نکن، گوش نمیده. و جالب اینه که نمیدونم با تلفن که میفرسته با ایمیل هم میاد، یه دونه تکست میفرسته یه دونه هم ایمیل میفرسته. یعنی ما از هر خبری دو تا داریم و خیلی هم خبر میفرسته. حالا دیگه نق نزنیم، حالا همین هم از دستمون ناراحت میشه. خب بذارید ما راجع به سفیر روسیه، بله امباسادور میشه سفیر، سفیر روسیه که در آنکارای ترکیه به اصطلاح بهش تیراندازی شده صحبت کنیم، ببینیم که چه خبر هست. سفیر روسیه در آنکارا ترور شد. مقام‌های روس اسلامگرایان افراطی را مسئول این تیراندازی می‌دانند. گزارش شده که آقای کارلوف به بیمارستان منتقل شده است. خشایار جنیدی خبرگزار بی بی سی فارسی در ترکیه میگوید که وضعیت جسمانی آقای کارلوف نامشخص است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که این مرد به سفیر روسیه، این عکس رو نگاه کنید، میگوید این مرد به سفیر روسیه شلیک کرده است. بر اساس گزارش ها چندین نفر دیگر، اینم خود آقای کارلوف، بر اساس گزارش ها چندین نفر دیگر در این تیراندازی ها زخمی شدند. مرد مسلح هنگام تیراندازی جمله ای را درباره حلب فریاد میکشید. او با سر دادن شعار الله اکبر فریاد میکشید حلب را فراموش نکنید، سوریه را فراموش نکنید. این تیراندازی یک روز پس از اعتراضات به حملات هوایی روسیه به مواضع شورشیان در حلب در سوریه صورت گرفته از آقای کارلوف 62 ساله از ژانویه 2013 سفیر این کشور در آنکارا بوده است. اینم ایشون حالا زخمیه، ببینیم جان سالم از این سوء قصد به در میبره یا میرود به یا اون دنیا یا جهنم یا بهشت اگه وجود داشته باشه، نمیدونم. و اما این خبر خبر خوبیه در مورد صحبت کنیم. من نمیدونم حقوق منشور شهروندی رو میشه همون بیل آف رایت این آمریکایی‌ها گفت، چون آمریکایی‌ها یه چیزی دارن اینجا به نام بیل آف رایت که یعنی به اصطلاح حقوق، همین میشه دیگه، حقوق و چیزای شهروندها رو معین میکنه. میگه که این خبر 7 ساعت پیش توی بی بی سی فارسی، حسن روحانی منشور شهروندی ایران را امضا کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه 29 آذر برابر با 19 دسامبر در همایشی منشور حقوق شهروندی را امضا کرد. در این متن که 120 ماده دارد بر حقوق اولیه از جمله حق زندگی شایسته شامل برخورداری از آب بهداشتی، غذای مناسب، خدمات درمانی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی و حق تشکل راهپیمایی تأکید شده است. این منشور در آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تدوین و پیشنویس آن به بحث گذاشته شد. حالا به گفته نزدیکان دولت بعد از 3 سال با اصلاحاتی این منشور تدوین شده است. متن کامل منشور شهروندی را اینجا بخوانید. احتیاجی نیست، چون اگه اجرا بشه خواهیم دید. اگرم 120 ماده درست کردن که بنویسن اجرا نشه چه فایده داره که حالا وقتمون رو تلف کنیم. از آقای خسرو بهرامی، دوست قدیمی ما که مدت هاست دیگه تلویزیون مردم رو حمایت نکرده، البته دلیلش یه دفعه گفتن بیزینس خیلی خوب نیست، ولی من همیشه گفتم افرادی که حتی موقعی که بیزینس خوب نیست، حتی موقعی که درآمدشون کمه، کمک میکنن، حمایت میکنن اون برنامه‌ای رو که دوست دارن، به اصطلاح کار اونها اونجا ارزشش معلوم میشه. ولی من
$1,000 داشته باشم $1 بدم به کسی که ارزشی نداره به اون صورت. اگر $3 تو جیبم باشه ولی $1 بدم به کسی، اون موقع نشون میده که من برای اون کاری که کردم ارزش قائلم. ایشون لطف کردن آقای خسرو بهرامی دو تا موضوع رو تو پیامشون گفتن، حقیقتا سه تا موضوع. یکی درباره این که من همیشه به شماها میگم دوستان با دوربینای با تلفناتون اینجوری به صورت عمودی ورتیکال فیلم نگیرید و به صورت افقی یا هوریزنتال فیلم بگیرید. ایشون به من گفته که هیچ اشکالی نداره، میتونن به صورت عمودی هم بگیرن کنار تلفنشون. دوست عزیز، اون یه لاکه، اون یه قفله که صفحه شما رو قفل میکنه. ما منظورمون به ویدیوهای هست که با تلفن میگیری، حالا میخوای بیای تو خونه رو کامپیوتر رو تلویزیون به دوستت به زن و بچه نشون بدی. اونجوری شما این ور اونور صفحت سیاه هست. حتی براتون یه لینک فرستادم مال یوتیوب، اصلا به این میگن ورتیکال سیندروم، یعنی یه مرضه که طرف تلفنش اینجوری میگیره فیلم برداری میکنه، میگه آقا خانم هر چی یادمونه سینما صفحش اینجوریه، تلویزیون صفحش اینجوریه، کامپیوتر صفحش اینجوریه. میگه شما که شروع کردید اینجوری فیلم برداری میکنی، لابد سینما هم اینجوری باید ما تصویرش نشون بدن، تلویزیون ها هم باید اینجوری بچرخونید. حتی مسخره کرده، گفته چشمای ما اینجوریه، اینجوری نیست. برید اون ویدیو رو ببینید، خیلی قشنگ. این یه مسئله. مسئله دومی رو که ایشون عنوان کرده، ما توی برنامه جمعه یه آگهی نقلی گذاشتیم برای این آفتابه های قرن بیستم، سرویس های بهداشتی خیلی تمیز مرتب توی کارتون میاد، بعدش توی کارتون دیگه. گفتم حالا اینگاه مثلا این الماسه که اینقدر بسته بندیش کردم، ولی خب کار قشنگی انجام داد. بعد به این صورت شما اینو که میخرید هیچ وسیله هم لازم نداره، همه اون لوله و شیر و اینها همش هم فلزی، نه پلاستیکی که بشکنه، با خودش میاد. بعد شما اینو که نصب میکنی دیگه نه لوله آویزونه، نه آبی اونجا میریزه، نه کثافت کاری که نفر قبلی با چه دستی اون لوله رو گذاشته سر کار اینا، یه هر کی نشسته به خودش هم دست نزده، اینو میچرخونه اینجوری مثل کلید گاز، مثل دکمه گاز که روشن میکنی، میچرخونه آب میزنه تمیزش میکنه، میچرخونه بسته میشه بدون دخالت دست. آقای بهرامی توضیح دادن که آقای سوری به دوستان بگید که این برای توالت هایی که یه تیکه هستن خوب نیست. آخه یه توالت هایی هست که یه تیکه هستن، یکم هم گرونتره، صدا هم کمتر میدن، فنسی تره. اولا فکر کنم بینندای ما آقای بهرامی مثل خودمون فقیر و بیچاره باشن، همه دو تیکه باشن. و ای کاش شما یه روش یاد ما میدادی که ما اینا رو بیشتر بفروشیم، نه این توضیح رو بدیم که کمتر بفروشیم. حالا بذار اونی هم که یه تیکه داره بخره، بعد دید نمیشه حالا بده به دوستش کادو. در هر صورت آدرس تو برام ایمیل کن تا یه دونه شو برای شما بفرستم مجانی. یکی از دوستانم گفت که اگر تا 4 تاشو دوستان بخرن، من حاضرم هر کی میخره $50 من بدم، یعنی اونا $50 بدن من $50. اینجا میگن مچ کردن، یعنی به این صورت تشویق میکنن دیگران رو. گفتیم حالا ببینیم اگر کسی خرید و فروخت، ما به شما میگیم که به اصطلاح چند تا خریدن و شما مچ کن. البته گفته تا 4 تاش، یعنی تا $200 ایشون میده. خب حسن روحانی، منشور شهروندی، و بله تاریخ انتخابات در ایران 19 ماه می سال 2017 است. الان نمیدونم با تاریخ ایرانی کی میشه. بذارید وقتی رسیدم به پیام آقای خسرو بهرامی اون پیام رو هم پخش کنم، چون سومیش درباره اینه که تکی کلامی که سوربی از سال 2003 گفته کارمون خیلی خرابه، ایشون پیشنهاد میکنن که من اینو نگم، چون وقتی من اینو میگم دوستان، من نمیفهمم، میفهمن کارشون خراب، میرن درست میکنن. شما بیا هر روز بگو کارمون درسته، درسته. درسته من متوجه نشدم. خب بله، آقای آریانپور نوشتن آیا با توجه به آنچه بیان کردید هنوز فکر میکنید که همه این مشکلات و بدبختی ها را تنها یک نفر که در رأس قرار گرفته بود به تنهایی بر سر ما
وارد کرد و ما همگان بیگناه هستیم. ضمناً ما هنوز نمیتوانیم چند کلمه با هم نسل‌های خودمان صحبت کنیم. حالا شما چگونه میخواهید با آیندگانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند حرفی بزنید؟ این درباره نوشته‌ای هست که یه نفر نوشته به این عنوان، حرفی با آیندگان. نوشته که ما از نسلی متفاوت هستیم، نسلی که دیگر تکرار نمی شود. از کجا می دونید دیگر تکرار نمی شود؟ البته ناگفته نماند، هیچ نسلی دیگر تکرار نمی شود، چون هر کدوم در یه زمان به دنیا آمدن، در یه زمان می میرن، پس دیگه تکرار نمی شود. بعضی ها دوست دارن طولانی بنویسن، نمره انشا یادتون باشه. میگه که ما هم بوی خزینه و آبنبار حمام‌های عمومی یادمان هست و هم نشستن و لذت بردن در جاکوزی و ماساژ با آب گرم. ما همانهایی هستیم که با جیان دایجان میرفتیم سیزده بدر و چند سال بعد توی خیابون‌های شهر با دهانی باز ماشین‌های بوگاتی و مزراتی را شمرده‌ایم. همینجا وایسید. من فکر نمی‌کنم، من که خودم حمام خزینه ندیدم، یعنی وقتی من تو شیراز دنیا آمدم رفتم برم حمام عمومی، حمامای عمومی دوش داشت، خزینه نداشت. حالا اگه یه کسی سندش از من زیاده حمام خزینه رو دیده، دیگه فکر نمی کنم بوگاتی و نمیدونم جکوزی و اینها رو تو ایران دیده باشه، چون خود من تازه وقتی از ایران اومدم دیگه من اونجا نمیدونم لامبورگینی و بوگاتی ندیدم. اینا یه سری آدمای بیکارن آقای آریانپور، جلوی کامپیوتر میشینن، بعضی وقتا دو تا سه تا نوشته دیگران رو قاطی میکنن، ازش یه نوشته طولانی میسازن. و ما استاد سخن آقای فردوسی که معلم ما باشه این کار کرده، شاهنامه دیگران رو برداشته کپی کرده، جمع و جور کرده، حالا به اسم خودش ما داریم میخونیم. تازه آقای چمنارا به من میگه آقای سوربی شما، ولی خوشم اومد دقت مهندسیش اینجا نشون داد، در روز چهارشنبه یا جمعه در زمان دقیقه 1:01:22 گفتید که وقتی شعر، وقتی که گفته ها نوشته ها فرمول با شعر گفته بشه و تکرار بشه یاد گرفتنش آسان تره و برای دانش آموزان حتی تکرارش آسان تره. بله هنوز هم دارم میگم. بعد ایشون میگه خب پس به همین دلیلی که ما باید فردوسی و شعرهای دیگر رو یاد بگیریم. میگم آقا من با فردوسی هیچ اشکالی ندارم، با شاهنامه و بوستان و گلستان و کلیل و دمنه و مثنوی و هیچ کدوم اشکالی ندارم. اشکال من اونجاست که یه دفعه شماها قاطی میکنید آقای مینویی، شما اون هومر دیوانه یه دفعه میکنینش تاریخ و میگید که بله اون روز که رستم آمد از بلوچستان و سیستان، آقا رستمی وجود نداشته. اون روز بود که سیمرغ آمد زال و برد، آقا سیمرغ پرنده آدمخواری وجود نداشته که بیاد زال و برداره بره بعد دلش براش بسوزه توی بالای کوه بزرگش کنه. من اینجا اشکال دارم، میگم آقا درسته بله شکسپیر و حملت و نمیدونم فلان اینها رو داریم و نوشتن، ولی نمیان بگه آقا زمین تاریخ انگلستان اون موقع بود که جورج 14 رفت سراغ اون چیه عاشق معشوقه. اینجوری نیست، داستان دا جای خودش داره، زیبایی خودش داره، تاریخ جای خود، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. زمین آقای چمنارای مصاحبه هم با پان ایرانیست ها انجام داده که اون را هم روی فیسبوکشون میتونید ببینید. دوستان توی این ماه ما 50% حراج گذاشتیم و معنی این حراج اینه که اگر فیسبوک $10 میگرفتیم میذاشتیم این ماه $5، و آقای چمنارا چون گفته بودن اون یه دونه رو بذاریم ما این ماه دو ماه توی این یه ما دو تا براشون میذاریم، هم مصاحبه با پانیرانیستا رو میذاریم هم مصاحبه با رادیو مانی. و اما خود آقای مانی به نظر من یه آدم مفتخوریه. آقای مانی کسیه که توی این رادیو توی اون رادیو توی این تلویزیون توی اون تلویزیون هم مصاحبه کرد و دنبال یه جای مجانی میگشت، چون همه بهش گفتن آقا مهمون مثل نفسه، دوستش داریم ولی وقتی آمد داخل باید بدیمش بیرون و الا خفه میشین، برو دنبال کارت و اگه میخوای بیای اجاره نشین بشی باید پول بدی. گو آقا چرا پول بدم، خودم میرم مجانی درست میکنم. حالا که رفته مجانی درست کرده
دیده این رادیو داشتن و تلویزیون داشتن هم مثل عاشقیه، اولش خیلی آسونه ولی باید به این یکی پول بدی بیاد ضبطش کنه، به این یکی پول بدی بیاد حرف بزنه، به اون یکی پول بدی بخری و مونده یه جورایی تو کار خودش ام نداره. خب این حرفی با آیندگان هم بریزید دور. ما ساعتی که با اثر گاز دندان روی مچ دست و کشیدن عقربه‌هایش با خودکار بیک ایجاد میشد را تجربه کردیم، تا آیواچ و ساعت سامسونگ. والا بنده هنوز آیواچ نخریدم و نمیخرم دیگه، این روزا اصلا احتیاج به ساعت تلفنمون که آیفونه، ساعتم هم که همه جا هست، رو کامپیوترمون هست، تو تلفنمون هست و رو ماشینامون هم هست، یعنی یا ما تو خیابونیم درست رو نمیدونم. این هرکیه میگم ایشون مثل اینکه 100 سال سن نشه، چون از حمام خزینه داره میگه تا چیزایی که حتی بعد ما هم هست بمانه. بعض چیزا رو باید فقط ریخت دور، این رو هم میریزیم دور. برسیم به پیام آقای خسرو بهرامی، دوست ما از نیویورک. بفرمایید آقای بهرامی. Open with سلام از گردم آقای صحبی، بهرامی هستم از نیویورک. دو سه تا تذکر میخواستم خدمت شما عرض کنم. شما برنامتون رو من ویکندیه دیدم، امروز دوشنبه است. راجع به این بیدهایی که شما نشون میدین یه مقدار توضیح بدین که مردم بدونن اینا فقط نصب میشه به توالت های دو تیکه، اونایی که یه پیس بشه این بیدای شما بهش نمیخوره، که یه وقت هم بیننده هاتون بدونه. یکی دیگه هم راجع به این تلفن که میگین شما ویدیو میگیرین، چه عمودی بگیرین چه افقی بگیرین، هم زیر صفحش میتونین تمام فول صفحه ببینین، هم رو صفحه کامپیوتر، اون گوشه کامپیوتر یه تکمه هست بزنه، هر جوری که بخواین شما میتونین ببینین. میشه دو طرفه شما ویدیو بگیرین، هر چی هم دلتون بخواد تمام صفحتون پر بشه، اون گوشه صفحه یا پایین اون صفحه تلفنتون میتونین صفحه بر میگرده. اولا شما اشتباه کردی، یه جا گفتید پایین صفحه کامپیوترتون، الان میگید پایین صفحه تلفنتون. دوست عزیز دو تا موضوع رو من دارم اینجا میگم، شما قاطی کردی. من میگم وقتی با تلفن فیلم برداری میکنید و بعد میخواین اینو تو کامپیوتر ببینید، وقتی که تو کامپیوتر میبینید دو طرفش سیاه میشه و فقط اون وسطش پیدا میشه، یعنی اینه یک کف دست. شما اینو حالا هرچی هم پهنش کنید درازش کنید به ایجه نمیشه. بله تو تلفنت اینجوری نشون میده، اگرم از اون وریش کنی از اون وری اصلا دلیلی نداره وقتی شما عمودی گرفتی بعد از این وریش کنی. اون چیزی که ما میگیم دوست عزیز، برید روی یوتیوب بزنید، برید روی اینترنت تایپ کنید ویدیو ورتیکال سیندروم. اصلا این یه چیزی شده که دیگه مردم عاجز شدن ازش. تلویزیون ها نگاه کنید، اصلا میگه که این فیلم هم با یه تلفن فیلم برداری شده، بعد دو طرفش رو مجبورن یه چیز الکی نشون بدن چون اون وسطه. ما میگیم دوربینتون رو لطف کنید، مگر اینکه بخواید از یه برجی عکس بگیرید یا فیلم بگیرید که مثلا اینجوری میخواد بره صاف بالا، بله اون عمودی بگیرید، و الا ویدیو باید افقی باشه، درست مثل صفحه کامپیوتر، مثل صفحه تلویزیون، مثل صفحه سینما، مثل چشم هامو افقی هم اینجوری نیستن که. بفهم برس آقا صحبی اموزن که سال خوبی داشته باشین و خوش و خورم، و همیشه هم که میدونیم من مخالف این حرف شما هم که شما میگین کارمون خیلی خرابه، سعی کنیم بگین کارمون. نه نه نه، شما میتونی مخالف حرف من باشی ولی لطفاً به من نگو من سعی کنم چی بگم. شما یه برنامه بگیر اینجا و توی تلویزیونای ایرانی اون چیزی رو که میخوای بگی روزی 300 بار بگو، بعد مردم میگن این سوری عجب دیوونه ایه، هی میگه کارمون خرابه، این آقای خسرو بهرامی عجب آدم مثبتیه. به من نگو چه کار کنم، شما بیا کاری رو که خودت دوست داری انجام بده. مرسی، متشکرم، سال خوبی برات آرزو میکنم. بفرما. از این به بعد درست کنید. بدونی یعنی چی؟ یعنی از این تا حالا من غلط میگفتم. آقا من غلط نمیگم، کارمون خیلی خرابه،
همین که شما بدونی که توجه کنی من چی گفتم راجع به ویدیو، برمیداری برای من توضیح میدی که آقا اینجوری هم میشه، این نشون میده کارمون خرابه، دقت نمیکنیم، توجه نمیکنیم، فقط نظر میدیم. این یه دلیل. دلیل دوم همین توالت و همین دستگاه نمیدونم آفتابه نظافت. آقا حالا اگه یه کسی آمد از یه تیکه داشت توالتو این خرید، خب بده به کارگر خونش، بده به آشپز خونش، بده به دوستش، بده به یه کسی دیگه. شما لطف کردی، زحمت کشیدی، درباره سه تا موضوع صحبت کردی، فقط فشار خون ما رو بالا ببری. دستان ممنون و متشکرم. از به بعد چی بگیم؟ گفت من که میگم له، تو نگو له، تو بگو له. بفرما. خیلی خرابه، چون اگه بگیم بیشتر خودتون محکوم میشه. محکوم میشه. اوکی جان، روز خوبی داشته باشین و سلامتی سال نو با کنار خانوادهتون خوش و خرم باشین. مرسی. من اگر بگم کارمون خیلی خرابه بیشتر محکوم میشم. محکوم کسی میشه که متهم به یک کاری باشه، بعد یه هیئتی یا هیئت منصفه، یا هیئت منصفه بهش میگن دیگه، جوری یا قاضی میشینن درباره اون نظر میدن که ایشون آزاد بشه یا محکوم شناخته بشه. ای داده بیداد، ای داده بیداد. یه دوستی نوشته بود که آقای سربی درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. این یکی از اونایی بود که گفته بود چرا به پدرام پدرامی اینجوری انتقاد کردی. بعد که رفته بود صفحه فیسبوکش رو خونده بود، گفت آقا این عجب حرامزاده دیوانه روانیه، شما اگه برای من فرستاده بودی که این از فیسبوک هست، من اصلا همچین چیزی رو نمی نوشتم. در صورت این هم از این ماجرا. ممنون و متشکر از یکایک شما. و بریم سراغ این چیزهایی که دوستان فرستادن، آقای حسن خزایی فرستاده و دیگر دوستان. ممنون و متشکرم. اینم نمیدونم داستانه درسته یا باز از این داستانهای قلابیه که روی فیسبوک روزانه هزار تاشو میبینیم و میخونیم. حالا این رو هم بخونیم ببینیم یاد بگیریم اگه میخوایم بریم دزدی اولا بلد باشیم. این ماجرا واقعیه. طرف تو ایران بی ام و 2015 دزدیده بود، حالا به یه طریقی گرفتنش. صاحب ماشین گفت خدا وکیلی ازت شکایت نمی کنم، فقط به من بگو چطور این ماشینو با این همه سیستم امنیتی و اینها دزدیدی. یارو گفت که گاز نیتروژنو از اگزوز زدم تو ماشین و یه فندک گرفتم جلوش، موتور که این خاموشی داغ بشه سیستم امنیتی فکر میکنه ماشین دوچار آتش سوزی و حریق شده، درهای ماشین رو باز میکنه و پروتکل های امنیتی رو برمیداره. اینم دوستم نشته وطنم پاره تنم، دزدامون تحصیل کرده هستن و از فرمول شیمی و فیزیک خبر دارن و با استفاده از اونها دزدی ها رو بهتر انجام میدن. اینم عکس یه بی ام و احتمالاً 2002 است و چیه؟ و میگه که نیتروژن میزنه تو گاز توی اگزازش، فندک روشن میکنه، داغ میشه، چنین و چنان. سفیر روسیه در آنکارا ترور شد، ببینیم چه خواهد شد. و اما این ماجرایی که امروز قراره بعد از این که حالا مردم توی نوامبر رأی دادن، این نمیدونم باید به اینا بگیم چی، این الکترورال، اینا وکلای مردمن که نیستن، اینا که مردم انتخابشون نمیکنن، یه شرایط دیگه ای داره. و جالب اینه که این آقای مایکل مور گفته بود اگر اون 37 نفر حاضر، چون یه نفر فقط اومده گفته که اصلا این درست نیست و وایساده مقاومم وایساده، و قانون اینه میگه اگه این گفت نه اینو بکنید بیرون، یه کسی رو بیارید که اون رأی رو که میخواین بده. چقدر مسخره است همین آمریکا. البته یکی از دوستان میگه که نوشته بود پدر آمریکا، پدران آمریکا این روش را انتخاب کردند تا جلوی آثار مخرب احساسات انانگسیخته توده‌ای گرفته شود. در این کشور هم افرادی مثل هیتلر و استالین و موسولینی داشتیم، ولی به دلیل همین نظارت الکترال جلوگیری میشه. آقا این از این احساسات انانگسیخته دیگه بدتر، این ماجرای انتخابات ترامپ
در صورت انتخابات ترامپ یه جوابی بود که نژاد پرستا، ریسیستا تو اروپا و اینا، دوستان ایرانی میگن راسیست، اینها به اصطلاح 8 سال حکومت اوباما دادن. حالا ببینیم چه خواهد شد. اینم از پدران آمریکا. و اما اینجا نوشته که بله، همون صحبت مردم کیانن، یه دوستی نوشته بود که آقا واقعا جالبه این چیزایی که نشون میدی، ما میفهمیم که این فرهیختگان ما یا اینایی که دو کلاس سواد دارن و ادعا میکنن چیزی سرشون میشه، چجوری با این نوشتار یا گفتار خودشون دارن از مردم دور میشن و فاصله میگیرن. نمیدونم مردم کیانند. آقا چه کسانی؟ مردم چه کسانی هستن؟ مردم کیانند؟ اینم از این ماجرا. آقای مصطفی زاده جمعه من نوشته ایشون رو خوندم، بعدش ایشون تماس گرفت. اینجا ما 2 روز برف، یخبندون و برف و اینها داشتیم و من نبودم داخل ویرجینیا. در هر صورت توی این فکر هستن که از جمعه برنامه داشته باشن. من حقیقتش نمیدونم آقای مصطفی زاده قبلا قرار بود با دوستانشون برنامه داشته باشن، آیا این برنامه ها به اصطلاح با خودشون تنها هستن یا با دوستانشونن؟ خیلی هم مهم نیست. حالا وقتی برنامه‌شون شروع شد، منم مثل شما شنونده اون برنامه خواهم بود و میفهمیم که چی میگن، منظورشون چیه، هدفشون چیه. دوستان وقتی میخواییم برنامه داشته باشید، باور کنید مثل یک کلاس اول دبستان که کتابشو باید داشته باشید شما، بعد صفحه به صفحه بر حسب توانایی، وقت و فهم و شعور دانش آموز شما جلو میری. وقت آخر سال میبینی مثلا 50 صفحه درس دادید، بعد امتحان میگیرید میبینید چند نفر قبول شدن و چند نفر قبول نشدن. این به شما اون معیار شاخص، اینجا بنچمارک هم میگن، میده که ببینید کجا بودی، چه کار کردی، بعد برای بعد بهتر و بهتر. تو این فاصله هم میتونی مثل امتحانی که یا مثل مشقی که معلم از بچه‌ها میگیره، از دانشجوهاش میگیره، امتحان و هوم ورک و اینها، با در تماس بودن با اینها ببینید که برنامه شما چگونه پیش میره. من از شما خواهش میکنم دوستان، از من نخواهید تو برنامه شما باشم، بعدم باشم به این صورت که میخوایم دیکلمینه، میخوایم گفت و شنود باشه، دیالوگ باشه، نمیدونم مونولوگ نباشه. اون وقت من یه چیزی میگم، یه سوالی میکنم، بعد شما ناراحت میشی که ای بابا ما رفتیم از اینجا برنامه خریدیم، حالا این اومده برعکس ما داره میگه. من به عنوان یه شنونده این حق برای خودم قائل هستم و رزرو میکنم و نگه میدارم که نه هر کسی تو این تلویزیون، هر کسی هر جایی تلویزیون، فیسبوک، نمیدونم یوتیوب، تلویزیونای دیگه چیزی بگه، به اصطلاح بتونم ازش انتقاد کنم و نظر خودم رو بگم. همینجوری که آقای خسرو بهرامی میگم آقا این نظر شماست، نظر شماست، شما میتونی نظرتو بیای پروموت کنی، منتشر کنی، بری وقتی سیزه به در هست، وقتی شب یلدا هست، 1000 بار بنویسی برعکس گفته سربی که کارمون خیلی خرابه. من فکر میکنم شما واقعا فکر کنی چی؟ چون اینجوری که گفتی شما باور داری کارمون خرابه، ولی بگیم کارمون درست میشه، اوکی. من به بچه‌ام میگم اینو غلط نوشتی، درستش کن. شما به بچه‌ت میگی نه اینو درست ننوشتی، درستش کن. دلت خوشه که فقط از دو تا کلمه درست استفاده میکنی؟ بخون. مرسی. خب آرایت، رسیدم به این. یه چند تا ویدیو گذاشتم، نمیدونم نشون بدیم نشون ندیم و الی آخر. بله اینم خوندم اون روز که آزاد کردن حلب در اینجا منطقه و مردم را به 2 قسمت جدا کرده، پیروزمندان و شکست خوردگان. شکاف وسیع و عمیق‌تر، شکاف وسیع و عمیق‌تر از تصور است. و اما من دارم دنبال اون نوشته میگردم که درباره این چیزا گذاشته بودم، درباره کلا سفیدا. میگم ما تا حالا کلا آبیا رو از یونایتد نیشن داشتیم، چه دستی تو کار بوده که نمیخواد کلا آبیای یونایتد نیشن اونجا باشن و آمده کلا سفیدهای خودشون رو درست کرده؟ ضمناً به شما نمیگه این کلا سفیدا رو کی درست کرده، میگه یک حرکت خودجوش مردمی بود.
100% دروغه و هر کسی با گفته من مخالفه بیاد مهمون من باشه، در این رابطه با هم صحبتی داشته باشه. و اما بذارید ببینم این خبرم که فرستاده آقای خزایی چیه. بله، بعضی خبرها هم تکراریه، من جای دیگه هم رسیده به دستم، مجبورم که ازشون بگذرم یا از خیرشون بگذرم و برم. و اما اون عکسی هم که مال نیرو دریایی بود نشون دادیم که آقای هوشنگ آریانپور گویا طراحی در سال 1150 یعنی 7 سال قبل از انقلاب و پخش کردیم. ضمناً روز جمعه من درباره آقای افشارها صحبت کردم، ولی نمیدونم آقای افشارها اون برنامه رو دیده یا نه، امیدوارم تونسته باشم توضیح داده باشم در به اصطلاح جهت رفع سوء تفاهم. و همونجوری که گفتم یه سوال جدید برای من درست شد که ای آقا شما میگین غیبت نکنیم، ولی اونهایی که باورمند نیستن وجود ندارن و ما غیبت کنیم، من قبول ندارم این. خب ببینیم که جناب سوربی دنیا رو پیشرفته کارمون درست هم که باشه، اگه خودمون رو up to date نکنیم دوباره کارمون خراب میشه. نه ممنونم آقای پدرام، امیدوارم این پدرامه اون پدرام نباشه که باز مجبور باشیم بندازیمش بیرون. در هر صورت ببین دوست عزیز، شما اگه یه چیزی رو ندونی کارت خراب نیست، اگه یه چیزی رو ندونی ولی بگی من میدونم از همم بهتر میدونم، اون موقع کارت خرابه. و الا خیلی چیزا هست که من و شما نمیدونیم، اصلا ضرب المثل تو آمریکا که you don't know what you don't know، شما نمیدونید چه چیزهایی رو نمیدونید. بله اینکه نمیدونم فردا یا امروز یه تلفنی اومده که یه سیستم دیگه اضافه کرده و من تلفنم ندارم یا اونو اضافه نکردم، این نشون دهنده کار من خراب بودن نیست، نشون میده من خودم رو به اصطلاح آپدیت نکردم، به روز نکردم. شما امروز اینو فهمیدی، من فردا ممکنه اینو بفهم. کار ما از این خرابتره پدرام جان، من میگم کارمون خیلی خرابه. شما از تو مهمونی ها نگاه کن، از اونی که اون پیرمرده به دوستش میگه آقا وایسای تو صف، اینا جوونن اینا میتونن وایسن، بیا بریم ما جلو بزنیم جلو. ولی همین پیرمرده اگه با پسر دعواش بشه میخواد چهار برابر قوی تر از اون تو گوشش بزنه. اینجا کارمون خرابه. خیلی گفتنی ها کم نیست، من و شما کم گفتیم، بیاین صحبت کنید، مهمون بشید و بیشتر صحبت کنیم، یا حتی برنامه خودتون رو بگیرید و صحبت کنید. ببینم سویچ تو دیستر. بله یه وبسایت رو نشون بهتون دادم که یک رادیو یک دنیا کره زمین رو نشون میده و شما با ماوستون این کره زمین رو میچرخونید، هر کشوری که اومد دکمه نقطه های سبزی روش هست، رو اون نقطه ها که فشار میدید رادیویی که اونجا هست شروع میکنه به اصطلاح کار کردن حرف زدن. و برای من جالب بود که در سر تا سر ایران تنها رادیوی موجود رادیو فردا بود. نشون میده که این وبسایت یا خیلی جدیده یا مثلا رادیو فردا اینو درست کرده و نمیذاره کسای دیگه بذارن. در صورت من اصلا نه علاقه دارم روی اون صفحه باشم نه وقتی دارم که این کار رو انجام بده. این هم از این. و ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. تیه ده ها. بله راجب ملخ خوردنم بعضی دوستان آمده بودن نوشته بودن و اینها. و اما فوتبالیست قاتل دستگیر شد، اینو من 3-4 روز اینجا گذاشتم ولی فرصتی پیش نیومده بود که بخونم، حالا اگر اجازه بدین با هم این رو ببینیم و بخونیم و ببینیم که وقتی یه نفر قاتله، حالا فرقی نداره که فوتبالیست باشه یا مجری تلویزیون باشه یا پروفسور و دکتر باشه، بالاخره قتل قتله و امیدواریم اونایی که قتلی انجام میدن هم دستگیر بشن هم به سزای اعمالشون برسن. فوتبالیست قاتل دستگیر شد به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ساعت 11 روز 17 فروردین امسال. فروردین چیه؟
از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 یک فقره کشف جسد در طبقه دوم واحد سوم ساختمان یک مجمع مسکونی در خیابان زرکش به کلانتری 127 نارمک اعلام شد. با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد جسد متعلق به خانم جوان 29 ساله به نام آیداست که جسدش در داخل اتاق خواب در حالی که آثار کبودی بر روی گردنش کاملا مشهود بود کشف شده است. با حضور کاراگاهان در محل کشف جسد و انجام تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که یکی از همسایه‌های مقتول روز قبل کشف جسد متوجه صدای درگیری بین آیدا و همسرش از داخل خانهشان شده و فردا برای پیگیری علت درگیری به سراغ مقتول رفته، اما او پاسخگوی زنگ زدنهایش نمی‌شود، لذا در ادامه با اعضای خانواده آیدا تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع می‌دهد. پس از حضور اعضای خانواده آیدا و عدم پاسخگوی وی به تماس‌های مکرر اعضای خانواده‌اش، نهایتاً موضوع به آتش نشانی اطلاع داده شد و حضور ماموران ایستگاه آتش نشان در محل و ورود آنها به داخل خانه جسد متوفی را در داخل اتاق خواب کشف می شود. عجب، واقعا آدم یک مورچه ای رو میخواد بکشه دلش نمیاد، یه پشه ای رو میخواد بکشه دلش نمیاد، اینا چجوری همدیگر رو میکشن یا یه انسان رو میکشن نمیدونم. خب شما میدونید که توی ایران سال 2008 انتخابات شد و 2008 بود یا 2009 بود، اونجا 1388 بود. در صورت حالا معلوم شده که سیاه از جنگ آمریکا با ایران در سال 2008 جلوگیری کرد. ببینیم این چی میگه، بریم روی کامرای 3 و با هم ببینیم. بنابر گفته تحلیلگر پیشین CIA، این سازمان در سال 2008 از ورود دولت آمریکا به درگیری نظامی با ایران جلوگیری کرده است. به گزارش اسپوتکنیک چیزی، ریموند مک‌گاون مأمور بازنشسته سازمان CIA آمریکا گفت سازمان CIA نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ورود دولت آمریکا به جنگ با ایران در سال 2008 و با سوریه در سال 2013 بازی کرده است. یادتون باشه 2008 اولین سال به اصطلاح انتخاب اوباما بود که سال 2009 آمد در به اصطلاح کاخ سفید و از 2008 تا 2016 که حالا 2017 هم میره و چیز میاد دونالد ترامپ. بعد میگه که به گفته او افزود در هیچ موردی تا پیش از تحلیل های سال 2007 ارزیابی های صادقانه در چارچوب امنیت ملی نبود که نقش بزرگی در جلوگیری از جنگ با ایران وجود داشته باشد، که البته بیشتر آمریکایی‌ها از این موضوع آگاه نیستند. به گفته مک‌گاون با ورود یک فرد جدید در بخش مربوط به ایران در سازمان CIA یا همون CIA، او اقدام به جمع‌آوری تحلیل‌های صادقانه در مورد ایران کرد و به این نتیجه رسید که ایران کار بر روی تسلیحات هسته‌ای را در اواخر سال 2003 پایان داده و اقدامات مربوطه را از سر نگرفته است. این موضوع باعث آن شد تا جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و دیک چینی معاون او تصمیم بگیرند از جنگ با ایران خودداری کنند. پس این معلوم میشه دوره دیک چینی بوده، چون به اصطلاح ریاست جمهوری اوباما رو باید گفت از سال 2009 تا سال 2000 تا ژانویه 2017. به گفته مک‌گاون این در حالی بود که بوش و چینی کاملا مصمم بودند تا در آخرین سال حضور خود در کاخ سفید در سال 2008 به ایران حمله نظامی کنند. تخمین سازمان CIA در سال 2007 در مورد برنامه هسته ایران به شدت مورد انتقاد حزب جمهوری خواه آمریکا قرار گرفت که مدعی بودند سازمان CIA به دنبال تضعیف موضوع تهاجمی ریاست جمهوری علیه ایران است. خب بالاخره
یک امیدی به سازمان سیا هست بعد از این همه اطلاعات غلط و علکی که داد در رابطه با جنگ ایران و جنگ عراق و جنگ افغانستان و اینها؟ حتی بیچاره این صدام حسین رو هم اینا نابود کردن، گفتن لوله های آلومینی خریده و اینها، که بعد فهمیدن اصلا دروغی بیش نبوده. این هم از این ماجرا. و اما میگه که not everyone have welcome to have celebrated the liberation of Aleppo after 4 years of living hell. میگه که همه خوشحال نیستن از آزادی به اصطلاح حلب، ولی خب باید نگاه کنیم آیا حالا حلب آزاد شده؟ حالا چه طرفدار روسیه باشید، چه طرفدار سوریه باشید، چه طرفدار آمریکا باشید، چه طرفدار به اصطلاح نیروهای آزادی بخش سوریه ای باشید، نظر خود شما چیه؟ این آیا نوشته شماست، نظر شماست، یا به اصطلاح نوشته کسی دیگه ایه که با این عکسه بوده و شما فقط این رو منتقل کردید؟ میگه What is even more interesting are near to no reaction from those so-called anti-imperialists. میگه اون چیزی که جالبه که اونایی که ضد به اصطلاح امپریالیسم هستن اینها صداشون در نیومده. و اما میگه که it seems US getting ready for bigger war. میگه به نظر میرسه که آمریکا داره آماده میشه برای یک جنگی بزرگتر، و این رو نیویورک تایمز گفته. میدونید که نیویورک تایمز به شدت دونالد ترامپ باهاشون مخالفه. حالا ببینیم که این به اصطلاح افرادی رو که دونالد ترامپ انتخاب کرده برای دولت خودش یا حکومت اینجا کیا هستن، چی میگن، و چرا نیویورک تایم باور داره که اینها دارن آماده میشن برای یه جنگی بزرگتر. این عکسی که اینجا هست نوشته جنرال فلین این افغانستان 2009. این همین آقایی هست که الان چیز به اصطلاح انتخابش کرده برای فکر کنم وزیر دفاع چیه، در اصل میگم اینا فعلا مهم نیست، چون حتی ممکنه عوض بشه تا روزی که این بیاد و بره سوگند یاد کنه، بعدم بیاد کاخ سفید و بعدم اولین جلسه‌ای که میرن توی مجلس. و اینجا هم همین کسایی رو که این استخدام به اصطلاح اسامیشون رو میگه، باز مجلس باید چیز کنن، قبولشون کنن، تصویبشون کنن، تاییدشون کنن. واشنگتن میگه a new president swept into office on a tight fake news. and میگه که یک رئیس جمهور جدید داره میاد که اصلا پایه و اساس انتخاب شدنش بر اساس دروغایی بود که روی فیسبوک و این ورور نوشتن. خلاصه داره خبر میده که با این افرادی که این دور خودش جمع کرده احیانا باید منتظر جنگهای بزرگتر، کشت و کشتارهای بیشتر در دنیا باشیم. حالا امیدوارم که نیویورک تایمز هم اشتباه کنه و همچین چیزی نباشد. این هم از این ماجرا. خب شما هم اگر خبری، چیزی مورد نظرتون هست بفرستید. و اینجا هم مثل روزنامه ها وقتی یه چیز شما میفرستید هیچ ضمانت و گارانتی نیست که ما اونو پخش کنیم، درباره اون صحبت کنیم. اگه به نظر ما جالب بیاد اون رو به اصطلاح نشون میدیم و پخش میکنیم، اگر نه تکراری باشه و اینها پخش نمیکنیم. و اینم از اون. ببینیم که این آقای مسعود سهیلی یه ویدیویی فرستادن، ببینیم ویدیو درباره چیه. امروز زمین ایشون میگفت که بیشترین برف رو در سال 2000 و از سال 1984 تا حالا که بوده توی کانادا دیده و الان داره مشغول تمیز کردن و برف روبی بود به قول معروف. و اما نیاک همچنان داره تلاش میکنه که یک مقاومتی باشه جلوی کارایی که این
دیوونه بازی هایی که احتمالا ترامپ ممکنه انجام بده. خیلی ها باور دارن که سیستم آمریکا یه جوریه که ترامپ رو کنترل میکنه و اینجا میگه که ریپورت ایران سانکشن کاست یو اس اکانومی اپ تو 272 بیلیون دلار. یعنی درستی که ایرانی ها ضرر کردن، یه چیزایی رو باید به قیمت 8 برابر 10 برابر 100 برابر 20 برابر از جاهای دیگه می‌خریدن به خاطر این تحریم‌های اقتصادی و اینها، ولی شرکت‌های آمریکا هم ضرر کردن، 272 بیلیون اینها هم ضرر کردن. اتفاقا چند روز پیش بود نشون میداد که، یعنی تو خبرها بود که یه ایرانی دستگیر شده و به یک سال زندان محکوم شده، گناهش هم فرستادن به اصطلاح یه چیزی به ایران بوده یا اینکه میخواسته یه معامله انجام بده. خندم گرفت، گفتم الان که میگن تحریم رفته، از این ور خودشون 80 تا 80 تا هواپیما میفروشن، ولی از اون ور تو دادگاه قاضی گفته که نخیر، شما این رو به اصطلاح وقتی اقدام کردید که ممنوع بوده و حالا باید به اصطلاح پانیش بشین. پانیش یعنی چی؟ تنبیه بشین. و اما زندگی ساده در رومانیا رو یه نگاه کنیم و با هم این عکس‌های زیبا رو ببینیم و برنامه رو پی می‌گیریم و بعد از چند دقیقه میریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی. و امروز پس از دکتر نصر احمدی برنامه ویدیوی مصاحبه هست که آقای ببخشید این به جایی که از اون یکی عوض بشه روی آمد روی این و شروع کرد به دیوانه شدن. بله اینجاست، یه موزیک زیبایی هم هست، اگر نمیدونم هست یا نیست، بله شاید چون من اینجوری بازش کردم. آها میبینی آقای خسرو بهرامی، این عکس این فیلم رو با تلفن به صورت عمودی گرفتن. اگر افقی بود تمام اینجا این دو طرف میبینی، این دو طرف منطقه های زیبا درخت ها این ها هم پیدا میشه. منظور ما اینه، تقریبا مثل این، اینم حتی با اسکوئر گرفته یا با مربع گرفته، میبینید باز. و همه عادت، همه نه اکثرا عادت کردن فوری عمودی از جیبشون در میارن اینجوری میگیرن. این دوستمون نوشته فرشید نوشته که باشه کاکو، من نمیدونم چی گفتم که شما گفتی باشه، شیر کردن اگه هست ممنونم. بله این عکس ها میبینید، این عکس ها عمودی گرفته شده. خودتون همین الان که نشستید تو دفترتون دوربینتون رو بردارید، تلفنتون رو بگیرید، یه عکس مثلا از در ورودیتون بگیرید، در ورودی آفیس، بعد تلفنتون رو بچرخونید افقی بگیرید، یه عکس بگیرید، وقتی میرید خونه تو کامپیوتر اینا رو نگاه کنید میبینید اونی که عمودی گرفتی دو طرفش سیاهه و فقط در پیداست، اونی که افقی گرفتی هم در پیداست، هم بغلش اینور هم بغلش اونور. اینم از این، ما میگیم اینجوری بگی که صفحه بیشتری پیدا بشه. بله میبینید، بذارید من اینو براتون صفحش رو اندازه کنم. دوستان لطف کنید پیام بذارید در موقع به اصطلاح برنامه و در برنامه های آینده پیامتون استفاده میکنیم. و اگر میخواین صحبت کنید از قبل باید با هم قرار گذاشته باشیم تا بیایم صحبت کنیم. به به عجب نونایی، اینا که پیراشکی نیست که، نه به این بزرگی، ولی چه زندگی ساده، چه نونای خوشمزه خوشگل و چه زیبا رویانی، امیدواریم زیبا سیرت هم باشند. و این انگورها هم حتما یه مقدارش خورده میشه، یه مقدارش شراب میشه. و بله این هم دستهای کارگران که چه کمربندی بسته، که میدونید این شال یا این کمربنداری که میبندن به اصطلاح کمک میکنه برای پیشگیری از کمردرد و دردهای دیگه. اینم آقا پسر کوچولو که از همین الان از سواری میکنه، خیلی تند رفتی. اینم این خانم زیبا با این بز سفید. و مستر سوروی میشه تلفنتون رو بدید؟ بله الان قربان
202-695-2573. ضمناً جلوی تصویر تلویزیونم نوشته شده وقتی عکسای من میاد، و هم میتونید تلفن بزنید هم میتونید تکست بفرستید. اگه باشیم اینجا جواب میدیم، اگه نباشیم پیام بذارید. هی زنگ نزنید، قطع کنید، بعدم بگید من 1300 بار زنگ زدم شما نبودید. خب اگه بودیم که جواب میدادیم. این هم پیرمردای رومانی که دارن عرق نوش جان میکنن میزنن تو رگ، این هم جوانهای رومانی با اون کفشای مخصوص، و این هم این آقا که داره سطل میسازه، سطلهای چوبی که استفاده های زیادی ازش میکنن در حمل و نقل آب، لابد احتمالاً توش به عنوان سبد و ظرف و اینا هم سیب و این چیزا میچینن و خیلی قشنگه. این نونا که ما دهنمون آب افتاد با وجود که نهارم خوردم، جای شما خالی سوپ. این هم کار در مزرعه و حیوانهای زبون بسته‌ای که انسان دوپا این حیوانهای به این بزرگی، به این قویی، به این قدرت رو چگونه اسیر میکنه و چگونه ازشون کار میکشه. بله، اینم این پیرمرد. دوستان هر وقت وقت داشتید با تبر چند تا چوب رو بشکنید تا ببینید چوب شکستن چقدر مشکله و تکنیک خودشون میخواد. ببینید که این ورم این خانومی که مسنم هست داره همون کار رو انجام میده و با تبر زده و چوب رو شکسته. و بله، این هم تخم مرغ‌های بسیار زیبا، اونها هم مثل تخم مرغ رنگ میکنن. اینا هم دارن قالیاشونو میشورن. یادم میاد آقای اجلالی میگه قالیاتونو وقتی میشورین عمرش زیاد میشه، چون اینا بعد از اینکه پا خوردن و اینها یه مقداری شل شدن، وقتی شما میشورین اینها به همون خاطر چی بهش میگفتن، میگفتن آب میره، یا اینجا میگن شرینک میشه، اینا دوباره به هم نزدیک میشن به اصطلاح و عمرشون طولانی میشه. اینم این آقا که داره روی خرمن و مزرعه و اینها کار میکنه، اینم عکس زیبا. بله، بسیار عالی، بسیار زیبا. بله، خب بله، چقدر قشنگ. اینا مثل یونانیا اتاقاشون سفید نگه میدارن. رومانی باید سرد باشه، مثل یونان اینا گرم نیست که اینجوری. در صورت هر جایی بر اساس اون وسایلی که دارن. این هم این گاو، دوستی بین انسان و حیوان. و این هم گاو، این هم خانم های زیبا، و این هم دختر زیبا، و این هم یک دختر خانم زیبا، و این هم یک کوچولوی زیبا، و همش زیباییه. و ما انسان ها متاسفانه زیبایی ها رو کم کم داریم فراموش میکنیم. اوه اوه اوه، این یکی دیگه بد روشیه، از این وری میزنه. من تا حالا ندیدم کسی از این وری چوب رو بشکنه، چوب رو برداشته بعد حالا اینو که میزنه، این که نمیدونم یه جورایی میپره تو صورت خودش. به اینم راحت نشسته با اعصاب و بنده خدا یه چشمشم اذیت شده. بله، اینم داس‌های بزرگش رو داره تیز میکنه، قیافش هم عصبانی و خسته است. این آقا هم با چی میگفتن به این ماده گاو میگفتن، با این گاوای بزرگ. و اینم دستگاهی که باهاش گلیم و بافتنی و پارچه و اینها میفهمن. این خانم هم داره خمیر درست میکنه، اون کوچولو هم داره ازش یاد میگیره. خیلی قشنگ، خیلی زیبا. متشکریم از آقای مسعود سهیلی، مسعود میرزای خودمون. به به، عکس ها خیلی زیادن. اجازه بدید ما برگردیم و بیایم سراغ خودمون و بعدم بریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی. درباره دکتر نصر احمدی، درباره برنامه‌هاش اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، پرسشی دارید، نظری دارید، با خودشون از طریق فیسبوک، اگر اهل فیسبوک نیستید از طریق تلفن ایریا کد 818 تلفن 201 57 79. اینم یا داره پنیر درست میکنه یا ماست رو کیسه کرده. به به، باز زیبا رویان و باز بعد.
جای زیبا و خوشگل و قشنگ و زندگی کم دردسر. بله، هرچی تکنیک کمتر بود زندگی راحت تر بود، ولی از طرفی امروز هم دیگه من و شما نمیتونیم یک دقیقه بدون تلفن و تکنیک زندگی کنیم. درست سر ساعت تموم شدیم، باید برنامه رو قطع کنیم دوباره شروع کنیم. دوستان فیسبوک هم چند یه دقیقه دیگه برگردید، با هم خواهیم بود. مرسی. بریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی، کالیفرنیا.